با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، امروز 7 اکتبر، 7 اکتبر در همچین روزی در سال گذشته حمله وحشیانه حماس به یک فستیوال موسیقی، فستیوال صلح که هر ساله برگزار میشه و عده‌ای از جوانان و اونهایی که عاشق موسیقی و این نوع، مثل اینجا که در ما پالم اسپرینگ داریم یه نوع همچین فستیوالایی، هر ساله این فستیوال هم در اسرائیل برگزار میشد. عده‌ای جوان و پیر، کودک و نوجوان وحشیانه به دست حماسی ها کشته شدند. در همچین روزی واقعا دنیا ورق دیگری رو در تاریخش باز کرد، حمله‌ای که ما همگی از وجود حماس، حزب الله و این رفتار و کردارشون و این وحشیگری هاشون آشنا بودیم. دنیا هنوز باور نمی کرد اینا کی هستند. حتی در سال گذشته دیدیم که می گفتن اینها رو پخش نکنید، ممکنه مردم ناراحت شند. ولی چه بلایی نبود که بر سر مردم نیاوردند. صحبت از جنگ نمی کنم، من رو وارد اون بحث جنگ نکنید، ولی صحبتی می کنم، یک عده رفتن به یک کنسرتی و حمله این حماسی ها به این کنسرت. حماس میدونست که با این حرکت وارد مرحله جنگی میشه و با اسبانی جنگی میشه که هزاران هزار کشته خواهد داد. حماس براش مهم نبود افرادی که در فلسطینی باشن کشته بشن یا نشن. حزب الله براش انسان ها مهم نیستن، فقط به خودش فکر میکنه. میدونست با این حرکت که 1400 نفر وحشیانه کشته شدند، کشتند، چاقو زدند، تیر زدند و صحنه های وحشتناکی رو که واقعا فیلم گرفته بودند میدیدیم اون روزا، حماس با اسبانی جنگی شد که هزاران هزار نفر کشته شدند. حزب اللهی که پول و همه چیش رو از ایران میگیره، چون پولی نداره، از کجا پول بیاره؟ ایرانی که نفت داره، گاز داره، سرمایه داره و پول رو برای اونها میفرسته. امروز یکی از بانوان ما، بانوی که من بهش خیلی ارادت دارم، دوستش دارم، یکی از دوستان خوب منه، کتی یونسی. کتی براتون بگم بانویی است که واقعا حامی مردم، حرکت‌های مردمی در طی این روزهایی که ما با هم برنامه‌های متعددی گذاشتیم، یاری به ما رسوند و باید در همینجا بگم اصلا وکیله، ولی وکیلی که عاشق ایرانه، عاشق ایرانیاست، عاشق مردمه. و کتی عزیزم امروز در اسرائیله. امروز ویدیویی رو بر منم فرستاده که دوست داشتم، ایمال دیروزه، که به ما میگه که برای چی امروز در اسرائیله. با درود به کتی یونسی عزیزم در اسرائیل. سلام بر همگی، سلام از اسرائیل. به خاطر 7 اکتبر، مموریال، سالگرد 7 اکتبر، چندین تا از ایرانی ها رو از سراسر دنیا، از کشورهای مختلف، گاورمنت اسرائیل از ما خواسته که بیایم اینجا و در مراسم فردا به عنوان رپرزنتیتیو ایرانی یا مال کشورهای مختلف در شرکت کنیم. با من باشید. فردا پست و عکسای بیشتری خواهم گذاشت از این مموریال، سالگرد 7 اکتبر، اون فاجعه وحشتناکی که 7 اکتبر اتفاق افتاد. فردا مموریالشه، سالگردشه و من براتون
فیلم عکس خواهم گذاشت. با من قربانی. کتی امیری یونسی عزیز که امروز در محل که همچین اتفاقی افتاده است رفته، محل جشنواره موسیقی و این قتل عام مرد و زن، کودک و پیر و جوان در این محله اتفاق افتاده و بریم به این محله جشنواره که واقعا صحنه هایی بود که همگی هیچگاه فراموش نخواهیم کرد. با هم نگاه کنیم. سو رسیدیم اینجا دقیقا پارسالی موقع پر از خون بوده. اینجا نوبا فستیوالی الان این درخت هایی رو که پلنت کردن کوچولوها رو، هر یه دونه درخت برای یه ویکتمی بوده که حماس اومده کشته. دقیقا 1400 تا گفت درخت اینجا کاشتن. کتی امیری یونسی، این فعال حقوق بشری، وقتی که به این محل رفته یک خانواده رو میبینه. یک خانواده ای که پدر اهل شیرازه و مادر هم، یعنی در واقع ایرانی تبار هستن، و اینها رو میبینه و باهاشون گفتگویی میکنه. با هم نگاه کنیم. امروز چرا اومدین؟ اومدن اینجا به 7 اکتوبر. Now it's one year for the murder that killed the... یک سال پیش دختر شما کشته شد. آره. اسمشون چی بود؟ عده نفتالی. و شما امروز اینجا با مادر عدین هستین و پسرتون. چرا اینجا بود؟ عدین اینجا چی کار میکرد؟ اخون مثل پارتی come to here in the festival with a friend, girl together. Barafikesh, Madinja, and Michan, Barakhsan, Khoshal Bashan. شما در شیراز به دنیا آمدید؟ آره. دو سال بودم اومدم اینجا. دو سالتون بود که اومدید؟ شما چی؟ من اینجا به دنیا آمدیم. yes. ولی فارسی به حرف میزنید شما؟ من عرف فارسی هم یکم فارسی عرف زد. واقعا متاسفیم. مرسی. خانواده‌ای که دخترشون رو از دست دادن و واقعا قتل عامی که با شلیک‌های گلوله و اینکه همونطور که در عکس مشاهده می‌کنید کتی با این پدر و مادر عکسی گرفته، بله، قتل وحشیانه کودکان و تهیه فیلم و عکس از جنایاتشون رو انتشار دادن و اینکه بگن ماهیت اونها حماسی‌ها و این حزب‌اللهی‌ها به چه صورته. در صورت امید روزی که صلح بر خاورمیانه و بر همه جای دنیا واقعا باشه و دیگر کشت و کشتاری نباشه و حزب الله و حماسی وجود نداشته باشه. از اینها گفتم آخوندها هنوز در اینن که به این جن آمدن و جن و از این که نکنه که این اجنه هستن که دارن پیروز میشن و اسرائیلی ها جزو اجنه حساب میشه. نگاه کنید که سطح فکر و شعورشون تا به چه اندازه است آخوندها. با هم این قسمت رو نگاه کنیم تا به ماهیت اینها برسید. میگن که برخی از این قدرت های بزرگ یه اصلا سازمان هایی دارن که این سازمان ها جن ها رو به استخدام خودشون در میارن و از اون استفاده میکنن تو جنگ های مختلف. مثلا تو جنگ های خاورمیانه برخی از قدرت ها از برخی از این جن ها استفاده کردن از نوع بدشون. آیا چنین چیزهایی محتمل نیست انجام میشه توسط انسان یا افرادی؟
اما اون جن هایی که با انسان های معمولی مرتبط میشن غالبشون از شیاطین جن هستن و شیاطین جن بیشتر در کار شرارت و ضرر زدن به انسان هستن. بله اگه ازشون بخواین که انسان های بیگناه رو بکشن میکشن، کاری کنن که انسان های بیگناه توسط خود انسان ها کشته بشن، یعنی انسان ها جهنمی بشن، این کارو میکنن. بله میگن که اجنه و بهانه جنن توی عالم دیگره. یا اون یکی دیدم که امام جمعه رامسر یه داسی با خودش آورده بود که با این میخواد بره به جنگ با اسرائیلیا، ولی مردم در داخل کشور ببینید که چه شعاری بر دیوار نوشتن. فکر کن صبح پاشی، نگاه کنید این عکس رو، فکر کن صبح پاشی اینا نباشن. واقعا به امید همچین روزی که برسه و پاشید و این جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. بیانیه رو دیدم از حسین رونقی. حسین رونقی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابقه که در مورد جنگ امروزه در مورد جمهوری اسلامی و قرار دادن ایران و ایرانیان در فضای جنگی یک متنی رو منتشر کرده و در تیکه از اون نوشته: بدون شک حکومت جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن این سرزمین و ملت ایران است. کشتار مردم بیدفاع، قطعی اینترنت، نابودی اقتصاد و زیرساخت‌ها، گسترش فقر و فساد، سوق دادن جامعه به سمت فروپاشی، حمله شیمیایی به مدارس دخترانه، استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی، شلیک موشک به هواپیماهای اوکراینی، شکنجه، آزار، تجاوز جنسی به بازداشت شدگان و از بین رفتن سیستم آموزشی، فرسوده شدن سیستم بهداشت و درمان و کور کردن معترضان و تبعیض جنسیتی و مذهبی، تحمل فشارهای روحی و روانی و نادیده گرفتن امنیت مردم، تحمیل مشروبات الکلی تقلبی و مرگ‌آور به جامعه و همه اینها دشمن یک سرزمین و یک ملت کی هستش؟ جمهوری اسلامی هستش که همه این بلاها رو سر مردم میاره. و در آخرش می‌نویسه: اکنون ایران به دلیل بی‌تدبیری و جنگ افروزی حاکمیت وارد فضای جنگی شده و این فضا فضایی که در واقع این جنگ مردم نیست و جنگ خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی است. ببینیم که مردم همچنان ایستاده‌اند تا پایان و حرکت‌های گسترده‌ای رو در گوشه و کنار ایران انجام میدن به عنوان اینکه نه به جمهوری اسلامی. سخت هراسیده‌ای از دل یک رنگ ما، شرح شجاعت بخوان از خط آهنگ ما، ریزد چنگی بدن تکیه به آرنگ ما، شیشه در آورده‌ای تا شکنی سنگ ما. به نفریده گیرنده مادران، به فریاد پاشیده بر آسمان، به خشم خروشیده از خاوران، به عصیان بشکوه نسل جوان. برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برآور سرود زندگی، رها کن دل از بغض مانده در گلو، تو هم با همه جهان بگو. رها شو رها شو ز قید آرزو نگه. بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه یاد جوانی بکنم که امروز، یعنی در واقع دیروز تولدش بود. نام او مهران بصیر تواناست. مهران همونطوری که تو عکس رو الان مشاهده میکنید روی دستش تتوی آزادی است، فریدم. مهران بصیر توانا جوان 29 ساله بودش که در آبان ماه کشته میشه و با اصابت گلوله مستقیم ماموران کشته میشه. ماموران زمانی که او داشت به خانومی که تیر ساچمه‌ای خورده بود کمک میکرد، به قفسه سینه‌اش شلیک کردند و او را کشتند. امروز مادر جاوید نام مهران بصیر توانا میگوید: مهران جان، عزیز دل مادر، زمانی که تو را از دست دادم قلبم با تو خاک شد.
ما خواهان عدالتیم. با هم نگاه کنیم به این ویدیو. تهران جان، عزیز مادر، زمانی که تو را از دست دادم قلبم با تو خاک شد. ما خواهان عدالتیم مادر، عزیز دلم، فرزند دلیرم، تولدت مبارک، من به تو افتخار میکنم عزیزم، شیرمرد، تولدت مبارک. مهران جان، شیر مردم، تولدت مبارک. شیر مردم، تولدت مبارک. مهران خواهان آزادی بود برای مملکتش، برای مردمش. همونطور که در عکس دیدید که تتو کرده بود روی دستش، فریدام، فریدام فور ایران، همه شعاریست که همه ما میدیم. بگذارید در این قسمت دیگر تولد دیگری رو براتون بگم، از جوان دیگری. نام او محمد رضا اسکندری نام داشت. او 26 سال داشت، ورزشکار بود و عاشق سفر کردن و میخواست که اگر تابستون بعدی به ترکیه بره و در اونجا باشه، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی جانش را گرفت. با ضربه گلوله مستقیم به قلبش کشته شد. یادش رو گرامی میدارم. ویدیویی که خواهرش امروز منتشر کرده رو با هم نگاه کنیم. چطور میتونیم ندیده بگیریم؟ چطور میتونیم فراموش کنیم؟ چطور میتونیم یادمون بره که جمهوری اسلامی چه بلایی سر ما آورده؟ و چطور میتونیم باز چشامونو ببندیم و گوشامونو بگیریم و دهنامونو ببندیم و هیچی نگیم و ازش بگذریم؟ وقتی که شما میبینید یک معلمی که همیشه کنار مردم بوده، همیشه با مردم بوده، امروز در همین روزهایی که روز معلم بوده، اسماعیل عبدی یک فردی است که بسیار فعال کنار مردم بوده، فعال صنفی معلمان بوده و از جمله کسانی است که مدت‌ها زندانی بوده، اکنون با وثیقه به صورت موقت آزاد شده و به بازخرید از خدمت محکوم شده. او در همین روز می‌نویسد: روز جهانی معلم با رأی هیئت تخلفات اداری در شهرستان تهران، بعد از سال‌ها مثلا 24 سال خدمت، به دلیل فعالیت صنفی در چارچوب قانون و با اتهامات سیاسی امنیتی که 8 سال زندانی شده بودم، از حرفه معلمی که عاشقانه دوستش داشتم اخراج شدم. و میبینید که یک معلمی که 8 سال زندان رفته، امروز او رو به خاطر فعالیت‌های صنفیش، تازه برای روز معلم کاری که کردن، حکم اخراجش رو دادن. این در واقع اسماعیل عبدی باید بداند که در تاریخ ایران ثبت خواهد شد و هیچ وقت مردم فراموش نخواهند کرد. در مورد خانم راحله راحمی پور هم باید این رو بگم که علارغم نیاز به درمان، ایشون همچنان در زندان اوین از حق درمان محروم هستند. راحله راحمی پور 71 سال دارد و به تومور مغزی و بیماری های دیگری مبتلاست و متاسفانه امکانش رو بهش نمیدن که ایشون درمان بکنه و حتی قبل از این که برن زندان و حکمشون رو به اجرا گذاشته بودن، درخواست کردن که من بیمار هستم و نمیتونم برم، ولی قبول نکردن. و در آخر برنامه امروز
تولد مردی است که همگی او رو میشناسیم و دوستش داشتیم و داریم و خواهیم داشت. فریدون فرخزاد. فریدون فرخزاد متولد 15 مهر ماه 1315 و متاسفانه در 16 مرداد ماه 1171 به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد. فرخزاد پس از انقلاب 1357 فعالیت‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی پرداخت. عضو سازمان درفش کاویانی بود که در جریان قتل‌های زنجیره ایران در سال 1171 در شهر بن آلمان توسط جمهوری اسلامی ترور شد. فریدون فرخزاد به عنوان نامی‌ترین شومن ایران از او یاد میشه و باید بگم که ایشون در دبیرستان دارالفنون درس خوندن، در مونیخ و وین و برلین حقوق سیاسی خوندن و همینطور پایان نامه فوق لیسانس علوم سیاسی خودشون در مورد عقاید مارکس و کلیسا و حکومت آلمان شرقی نوشتن در دانشگاه مونیخ. آقای فریدون فرخزاد انسانی شریف و دوست داشتنی بود. شانس آشنایی با او رو داشتم، شانسی داشتم که سالیان سال در پاریس با او رفت آمد داشتیم، در سالهایی که در درفش کاویانی کار میکرد و برنامه بسیار قشنگ نیم ساعته داشت هر هفته. یادش را گرامی میدارم. با آهنگی از فریدون فرخزاد برنامه امروزم رو به پایان میرسونم. نام این ترانه ایرانه، یاد ایران بخیر، با تشکر از سپهر عزیزم در اتاق فرمان و با یاد فریدون فرخزاد و فریدون فرخزادها. نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم.